محسن لیسانی باشید. شما خودتون مال کجایی؟ کجای ایران زندگی؟ دانش من اصالتا کرد ملکشاهی هستم. ملکشاهی کجا میشه؟ میشه سمت ایلام و کرمانشا اگه شنیده باشید، که این مشام رد میگه ایل ملکشاهی، بعد امتدادش هست تا عراق. این ایل بزرگتر ایل منطقه است ملکشاهی. بعد ولی خودم بچه دولت آباد هم، شهره دولت آباد. اونجا خیلی شهر بچه های شهره داشتم. آره خدایش خدا بیامرز آقا وحید مرادی هم بچه محل من بود دیگه، هم خون من هم بود. آفرین. بعد دیگه بس، یعنی از همون موقع منو میشناختی دیگه، درسته؟ داشت آره خیلی وقت میشناختم. من تو اینستاگرام بعضی وقتا قدیما لایو میمادم، من تو الان فعلا دیگه خیلی وقت نیستم اینستاگرام. بعد آره البته اون بنده خدا خدا بیامرزش مفوری کردم، ولی خب اصلا یه ببین تو حالا من با همه کنتاکت دارم اینجا، با افغان ایران همه خوب کار میکنی. اصلا ببین افغان ها تنها کسی که تو ایران میشناسن افغان دیگه، اصلا خیلی افغان هست اصلا ایران نیده تا حالا. خب ولی اسم وحید خدا شاید تمام لقب وحید مرادی رو میزنه تو اینستاگرام و تیک تاک شون. بله کسایی رو که من میشناسم گنگن ها، کسایی که گنگن اسم اونو میذارن تو تیک تاک. به عشق وحید مرادی. آره داداش خدا رحمتش کنه. ببین دیگه آوازه آقا وحید مرادی خدا بیامرز دیگه تا استرالیا بگیر، استرالیا بگیر و ژاپن و به قول معروف یعنی بین المللی شد دیگه خدا بیامرز. واقعا سهم بزرگ ناگفتن، سهم بزرگ بعد از مرگش گذاشتم اسم جاودان بمونه من بودم، من سید آیپوش اگه یادت باشه. اسم تو اینستاگرام سید آبی پوش، همینجا هم سید آبی پوش دیگه. اینستاگرام داداش اینستاگرام خوبه، کسی به هم دیگه فواشی زیاد نمیشه، 5-6 تا بسرد کمانینش با اینجا فرق میکنه. من خودم الان نزدیک 10-12 روز من تونستم لایف بدم تو تیک تاک. خب جو اینستاگرام با جو تیک تاک زمین تا آسمون فرق میکنه. واقعا یه سری ها دنبال گل و نمیدونم دنبال لایک و دنبال به قول معروف درآمدزایی هستن، دست به هر کاری میزنن برای این کار. حواست باشد چیزت سیگارت معلوم نباشه. آره بر من یه ماه پیش یه هفته پیش بسته بود لایوام، جایی بودم چیزی رو نشون دادم اینا، من لایوام بسته بود، بعد بسته بودم. من تیک تاک زیاد، چون تیک تاک بعد ایرانی زیاد نیستن تو تیک تاک، تازه دارم میام، بعضی هم که میام خب میگن افغانی. خدا شاهده اینجا تو البته تو اروپا زیاد، حالا تو انگلیس نمیدونم ولی تو اروپا خیلی زیادن. یه حالت بی در پیکره. خب مثلا روی فحاشی خیلی حساسه، مثلا تند صحبت کردن، فحاشی، تهدید، حتی انگشتت هم اینجوری برداری میتونه یارو برای چی ریپورت بزنه یا این حالت تهدید کرد اینجوری کرد. ولی اینجا نه، یارو همینجوری از اول از الف تا یا فقط فش خوار مادر و تهدید و هر عکسی میخواد بذاره، یه مقدار به قول معروف اوپنتره اینجا. خوشم نمیاد تیک تاک اینجا، فقط کسایی که دنبال میکنی برات میاد. خب اینجا همه چی برات میاد، یعنی گیجت میکنه. بعد داداش حالم نمیده تیک تاک، یه جوری که یارو زود میاد بالا، یارو 1 میلیون فالوور داره، وقتی میاد لایف 5 نفر نمیاد، 10 نفر تو لایفش نمیاد. من دیدم دیگه فکرم دیگه اکثرا فکرم 5 تا 6 تا، ولی مثلا پویان مختاری وقتی میاد تو لایف، پویان مختاری وقتی میاد تو لایو یهو 4000 نفر تو لایوش میاد. اون به قول معروف شناخته شده. من خودم من الان هر روزی که اومدم تو لایو خیلی باورش نمیشد. خب الانم تازه منو تحریم کردن به قول خودشون، بچه مزلفا هستن که نرین تو لایوش و نرین و فلان اینا. چون من طرفداری از ایران میکنم، از جمهوری اسلامی میکنم، به حقم میکنم، چون اینا که اومدن اینجا خب
فقط دلغکای سرویس های اطلاعاتی شدن، خب مال بیگانه، به هر طریقی میخوان وطنشون و آبرو وطنشون رو بفروشن، اسرار مملکتشون رو میدن به بیگانه. بابا ایران خوبه بده، آخوند خوبه بده، چرا میری اسرار مملکتتو به غریبه ها میفروشی؟ خب ما اینا رو میگیم، اینا بهشون بر میخوره، بهشون میگیم آقا شما جوانا رو تحریک کردین، جوانا رو تحریک کردین، ریختین تو خیابون خودتون، تو بارا و تو دیسکوها، دارین اشغال میکنین. خدا شاید بهترین کشور ایرانه. معلوم بود سلطان اینجا بودم، میگه من بعضی وقتا ویدیو اینا نشون میدم. امروز داشتم صحبت میکردم که بریم اولاب، مثلا بریم چی میش میگردم همین تعطیلی بریم ایران. بهش گفتم بابا اینجور نگاه نکن اروپا، تو برو ایران، درسته کشور اسلامیه ولی خدا شاهده اونجا برو، تو یه اروپایی با من برو اونجا ببین 100 نفر میاد دور و اینجا یکم مردم سرد، برو اونجا 100 تا دختر میاد کنار باهات صحبت میکنه، رفیق قضا مزا فلان هست. والله اینایی که ببین، اکثر اینایی که میان اینجا چرت و پرت میگن همشو افسردن، افسرده شدن، اومدن اینجا شوکه شدن. اونجا 24 ساعته اشغال میکردن شمال و چالوسشون و تفریح و پارتی و مارتی، الان اومدن اینجا باید برن، معذرت میخوام، کار عیب نیست، توالت و ظرف بشوره یا سوشیال بگیره به قول شما. خب اونجا 24 ساعته اشغال، همین هم میان اینجا حتی یه ذره پول جمع میکنه سریع میره ایران، خب اونجا اشغال میکنه. راست میگی، راست میگی داداش. بچه‌هایی که اینجا به دنیا اومدن، اینجا به دنیا اومدن، عباس که تو مغزشون خونده بوده، من خیلی از این نمونه ها دیدم، فکر کردن ایران وحشی عقب افتاده است، هیچی حال مردم چی، رفتن اونجا ایران دهنشون باز مونده، کف کردن. چقدر قشنگه، چقدر زیبا، چقدر ترتمیزه، چقدر پیشرفته است. بهترین کشور به خدا قسم، یعنی آزادی رو داشت، بهترین کشور دنیا ایران بود، خدا سر شاهده. یعنی هر چی بگی ما ببین داداش، حالا نمیشه اینجا منو که نمیشناسی، حالا اینجا بهت بگم، من حالا تو پروفایلم شما بهت میشن آقا احمدی چش، درخواست بفرست برات میفرستم. برای فوش میده کی این باید فالوت بکنم، یه بار دیگه درخواست بفرست. تاجه اینا داداش کم بود داره نداش، داداش من تو ایران هم بودم، الان اینجا هم هیچ خداشو هیچ، من کل خانوادم تو ایران، هیچ کسی رو ندارم، کل خانوادم استرالیا زندگی میکنم، کل خانوادم زنده باشی، احتیاج هیچ هم ندارم. یه سری تو این لایو بیان اینا، به خدا بعضی وقت تو لایو بجا میرم بالا، داداش میام با شما، یه روزایی بودن اینا ما تو آلمان بود تو تلویزیون نگاهشو میکردیم، به خدا هم 2015 اینجا با هلیکوپتر میرفتن قضا واسه تون مایه و کنسرت لوبیا بالا مینداختن تو مرزهای اروپا، ترکیه و یونان و اینا، گفتن قضا از هلیکوپتر مینداختن پای اینا، اینجوری اروپا اومدن داداش. دقیقاً آقای علی احمدی من شما رو فالو کردم، فکر کنم بعد شما منم فالو بکنید تا بیای بالا. داداش آلمان بیا، بیا یه سر آلمان، انشالله آلمان زیاد اومدن، مرتب میام. بعد از یک داستان کرونا و اینا شد، یه مقدار به قول من مسافرت های من کم شد، نه آلمان زیاد میام، برلین، مونچن، اینا زیاد اومدم. من برلینم، بیا 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 برلین، بیا زنگ بزن. شما دوست دارید؟ من آقای نیستم که حالا اینجوری، حالا مستیم دیگه خودش، من آدم روکراس هم اینجوری نیستم، زنده باش فلان اینا. من داشت تنها اینجا زندگی میکنم، ولی خدا شاید سر شاهده زندگی منو شاید خیلی نیش کسایی که هم دوره منه همه تو خیابون الکل میخورن، ولی خدا شاید زندگی منو ندارم داداش. زنده باش، انشالله که موفق باشی دایی. حالا خودی داداش، چی بود اسمت؟ آرمی جان، شماره تو برای من دایرکت بفرست داداش، شما کاری داشتی برای من بندن، من در خدمتم. کاری بار چیزی اینجا داشتی داداش، خدا سر شده، فقط تصویری واسه زنگ میدم، هر کار داشته واسه انجام میدم تصویری برادر. بیام شما داداش منی، عزیز دل منی، آره داداش میفرستم واسه عزیز دل منی.
زنده باشی. شما درخواست برای بازی فرستادی، من کسی رو نمیتونم بیارم بالا؟ فکر کنم تأچیز کن بیا ببین، شاید شما ببره، شما فالوور زیاد داری، من کسی رو نه بابا، من الان نصف شب منم هیچ که، من دو نفرم تو لایو هم نیست، بفرست یه دونه بفرست شاید شما ببره یا من. من بلد نیستم، خدا شاهده بلد نیستم. واته واته وی کامن شیکن دیز اشپیلت اشپشن گشی الان با الان با گوشی اشپوت اشپیلت الان. نه اوکی، شما آقا سعید آقا بود، شما که هست سلطانید عزیز دل منی داره خدای از تریپت خوش آمد. امروز یه داره ویدیو تو امروز تیک تاک رو باز کردم، من لایف نمیام باشگاه میرم اونجا لایف میام بعض جا. اون موسیقی رو یه ذره کمش میکنی؟ ببخش خب لایف میاین. امروز یه داره تیک تاک رو باز کردم، بعد فالو تو کردم فکر کنم یه هفته پیش اینا، بعد فالو تو کرد، بعد یه داره ویدیو تون اومد تصویری بود، بعد یکم نگاه کردم با عینک و اینا، من همیشه اینجوری دیده بودم تو شما، ولی زنده باش. ما دیگه پیر شدیم داداش، دارت بگم من الان 57 سالمه. ماشاءالله ماشاءالله، نه بود جوانی بود اروپا، پدر اروپا هرچقدر آدم پیر بشه بارم جوان میمونه کن به خاطر آب و هواشه. زنده باش زنده باش داداش، ما هم پیش ما تا اونجا که تونستیم فکر منفی راجع به مردم نکردیم، هر یکی بعد کسی رو نخواستیم، برای کسی از قبل نقشه نکشیدیم. شما که ما رو بردید داداش. اختیار دارید دایی، 6 تا لایک که من کجا، دوستان حمایت کنین، دورتون بگردم لایک کنین، به قول من دوستان حمایت کنین. حالا وسط روزا من لایو من یه مقدار میره بالا، دیر وقتم هست خب مشغولن مردم، خلق الله مشغول. باید شکن که این هنگ وقت شکن این گشنگ یا شویل نیش فلون بذاره نمیخوام ببازم، من کسی رو نهرم ولی خب بازم. آقا لایک کنین لایک کنین، دارتون بگردن آقا، ببین دارید لایک میشی آقا، لایک کنین دوستمونو بذار ببره دایی. اوه نه بابا شما رو که نمیشه بود، هست و وقت نو نه اختیار داری اختیار داری از این سنشویل هست همون خیلی نازم. اوکی از گفت که پوله مخیصو پس ما رو از ایام اینیستا میشناسی دیگه درسته؟ شما رو دیگه کسی نشناسه دیگه چیزی دیگه سلطان دیگه داداش آلمان، آلمان هر کاری داشتی چیزی که من میتونم، یعنی داداش من فقط دعای خیرتونه میخوام دایی، از شما هم میخوام در خدمت، از شما هم میخوام بیشتر مراقب خودتون سلامتیتون باشین، حواستون به خانوادتون باشه خب، مراقب آب و خاک و وطنتون باشین، این درخواست منه دایی. اگه هم دوست داشتین اجباری درش نیست، دعا برای آقابت به خیری ما بکنیم، ما هم آقابت به خیر بشیم. بابا یه سری ها میان رو خودشون گم میکنن به خدا قسم، میان اینجا یه سری ها نونو خوردن تو ایران نداشتن، میان اینجا پول سوسیال به قول شما میگیره یارو خودشو گم میکنه. بابا ما اونجا آدم شما برون، حالا نمیشه چیز کنم، شما فردا زنگ تصویری به من زنگ بزنید، خدا سرشوید حالا نمیخواه خدا بیاد کم زنده باشید دایی، خدا عبزت کنید. یه چیزایی به شما نشون بدم خدا شاید، بیا واتساپ بیاد به شماره هم میفرسته اینا ببین، بعد آدم باید واقعیت باشه وقتی تو لایو یاد تو حقیقه هم اونجوری باشه، نه تو دنیای مجازی. درسته داداش، ادب حکم کنه که شما داری دیگه داداش، یه قرون نداشته باشی، هیچی نداشته باشی داداش، مواظب باش فقط سیگاره معلوم نشه. برای من تا ایفده همه ماه گذشته چیز بود، بسته بود به خاطر سیگار دیگه. نه سیگار جایی بودم یه چیز رو نشوندم فکر نمی کردم سری بستن، بعد نوشتن اینا تو آلمانی برام اومد گفت آره تو اجازه دادی زمان بودم، چرا نگاه کردم پایین نوشته بود آره به خاطر این تو نشون دادی، گفتم کجا بود؟ چی نشون دادی مگه؟ جایی بودم یه دونه تو سر گرم اینا نه او همینجوری یه دونه چیز نشون دادم، یه دونه همینجوری به قول شما انگوشت نشون دادم آه بگذاریم خب نمیگیم
خب ما هم حواسمون باشه چون من با قوانینش زیاد آشنا نیستم. داداش شما بردی دیگه، شدی 13 ما 12. داداش یا داداش آرمین رو حمایت بکنین، دورتون بگیرین. اونجا انگلیس نمیدونم ساعت چنده، ولی خب اینجا دو و هفت دقیقه است داداش. 3:30 و 4 اینا است. دو هفت دقیقه است. خود لندن زندگی میکنی شما؟ آره خود لندن هم داداش. متعلید؟ داداش من خصوصیات زندگیمو به کسی نمیگم، دارت بگردم. ببخشید. موفق باشید. ولی زندگی میکنی داداش. آقا من باختم دیدی، مبارک باشه داری. بابا شما سلطانید با این بازی. عزیز دل منی. ببین آدم نباید هیچ موقع ناامید بشه. اول گفتی من میبازم من فلان. خدا شاهده من کسی با... من اصلا تو چه دیدی که من لایو ما وقتی فروین داشته باشی داخل تیک تاک با که لایو همون میشنم. اجازه بدید منم به پیوندم. آقا ایمان دارت بگردم فداد بشم. سید آقا پوشو میشناسید؟ کی؟ خود شما رو میگم میشناسید، به دوست شما گفتم. داداش من الان نمیتونم کسی رو بیارم بالا چون دوست عزیز رو مسابقه انداخته. خب یه مسابقه دیگه رو انداخته دیگه. نه شما میبرد نمیدونم کی بوده این بعد داداش یه لایک کنه دارتون بگرده. کما بعدش تک گوش به داداش این موزیکو بذار دوست دخترم بهت نشون بدم. زنده باش. خوب ما از باداش اخلای زایم مخ اگره موزیک کم کنم. کمت اوز ایران لیبن لندن انگلان. اونی آلمانی فارسی مارسی. هلو های هلو هلو Can you speak English? Doch, doch, red is English. English, English. No, I speak English. آلمانی ها رو زبانشون زیاد حساسن. نه، این رو من بذار یه موزیک میزه. پس بذار یه موزیک فارسی بهش میگم بخونه واسه. عالیه، بذار بخونه داری. یه موزیک فارسی بهش من چیز طبیعتش کرد. Can sing in this music? Sing so that. Warte, ich mach this play. یه دونه موزیک این خیلی قشنگ فارسی میخونه، یعنی خیلی دوست داره ایران بره ولی میبرمش. چمان ببرش، حتما ببرش. آره شکه میشه، بره اونجا شکه میشه. به خدا میبرم شکه میشه چون اونجا همه خونگرم. این تعریفای بعدی که راجع به ایران کردن همش میفهمه دروغ بوده. خدا شاید ایران بهشت روی زمینه، کره زمینه. دقیقاً 4 تا فصل کامل همه چی توشه. خدا وکیلی با این همه گرونی ملت پنجشنبه جمعه همیشه شماله. شمال چالوس آقا هیچی هم نداره، یه سفره برمی داره میره تو پارک سر کوچهش میشینه اش میکنه. بابا اینجا نیست خدا شده. نیست شاید چیز بهتون باور نکنید دوست دختر من، شاید بگم موقعی که من میشناسمش تا حالا یه بار غذا نپخته. اروپایی حالا نمیدونم انگلیس چی جوریه ولی اینجا کسی غذا مزا نمیپزه، همه غذا رستوران میخوره. بهش گفتم یه بار بریم اونجا. میگم موقعی من اینجا غذا خودم تو خونه میپزم، میگم بیا. بعد تو زنگ میزنی چه غذا پختی، میگم و میاد پیش من میگه بابا تو چرا. گفتم بابا تو ببری پیش پدرم مادرم، من بریم پیش فامیلمون ایران ببین چی جوریه. سفره رو ببین 100 جور غذا تو سفره است، تعجب کنید. آقای من دارت بگردم فداتون بشم. های برو داداش این موزیک میخونه باید گوش بده. باش داریم. سیگاره رو حواست باشه داری. بابا این هم اینقدر مشروب میخورم. من مشروب داشت نمیخورم، اگه بخورم یه دونه بیر میخورم و جو اینا. ولی روز تحتیلی من الان 30 سال تو رو پام لب به مشروب نمیزنم. بالاخره یه کارای انجام بدی چی مثلا؟ نه نماز میخونم، نماز میخونم دایی حاجی هم.
ماشاءالله. ولی یه دونه ویدیو تو یه سال پیش دیدم، یه سال دو سال پیش تو اینستاگرام دیدم که برلین بودی، یه ویدیو گذاشته بود با یکی نمیدونم چی با یکی نمیدونم بحث چجوری گفت. آره گفتم اینجا برلینه خداش ناموسم دارم بگم برلین اومدی بیا خدا سر شاهده 50 تا ماشین اسکورت کنه. عشق منی داشت منی بسیده داشت حرف سنده برو داخل پروفایل هم داداش یه دونه ویدیو میدیو با نگاه کن بعد بنویس هر چی خواستی داشت که بهت نشون میدم. چشم داداش اصلا تصویری تو واتساپ یه جوری بهت نشون میدم ببین همه چی اوکی داداش. سرسلامتی تو میخوام کردم داداش، شادابی تو میخوام، موفقیت تو میخوام. شما بزرگ مای داداش، عزیز مای دارت بگیرم. یه دعاش کوچیک کم اینجا، یه دعاش کوچیک کم داداش مایی دمت گرم. همون داداشیمو داداش مایی داداش خدا حفظت کنه. سیگاره رفتیم اختاره میگه با سینگ تو دیزه موزیک تو سینگ کمانی از منی گروز برو دار یا سینگ تو دست دهت زک اختار نایمد یا برای شما اختار آمد نایمد برای من هم نایمد. سینگ تو دست گوش به داداش باش. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو تو با سیگارش احساسم و از من گرفتی و میخوایی من باشی و یادت بره سینگ من سیگار رو خواهش کردم بس؟ اوکی گوش به داداش سعید آب گوش نه سینگ داداش بس دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه پردای تو ای جانم بابا دمت گرم که بهش این چیزها رو یاد میدی، اصالت تو، فرهنگ تو، زبان تو، دمت گرم. اما من نوکر انسانیتم داشت یه چیزی رو تکم داشت های داکوش خودت بزرگ مایی تاج سری عزیز. یه دونه پیرن بود حالا 5 تا پیرن رو میگم یه دونه از اون بیشتر پاره کردی عزیز. من اینجا رو یه دقیقه نگه دار، من همیشه میگم اینا که میگم پیرن پاره کردی میگم نه داداش، هنر اونه که پیرن هدیه بده به جایی که پاره بکنه پیرن هدیه بده. دورت بگم بگو داداش. داداش من برای من مهم نیست طرف کافره، مسلمونه، مسیحیه، کجایی، برای من انسانیت مهمه. عالیه. واجه هستی داشت خیلی ها میان توی من مثلا بدم میاد یه جایی تو تیک تاک میبینم چیز بحث میکنم اینا کسایی هستن که داشت تو کشور خودم هیچی نداشتم واجه هستی بدبخت ها مادر اینقدر سعادت دارن که میان توی لایف دیگه میخوا اینجا خالی کن داشت من کم بود این چیزها رو نارم یه سی خدا سرشاده حالا مثلا میگه مسیح و راستی به جانم آدم یه روز تو لایف بودم تیک تاک یارو اومد بلوف اومد بگم 4 تا 7 بیستن که بابا جمع کن خودتو بابا که برو پول سوسیال تو بگیر به سر مادرم قسم همینجا خونه من طبقه سوم گفتم زدم دوربین اون وقت گفتم ببین من الان یه چه همه الان شما بخواه همه الان این کار میتونم انجام بدم. نه داری آدم باید حقیقی باشه. خب بهش گفتم منو دیدی گفت آره خونمو نشون داد گفتم اینا چیه گفت آره اوکی گفت اوکی شاید خونه کسی مهمون باشه گفتم نگاه کن پنجره طبقه سوم
گفتم ببین اسکروف چیه؟ گفتم ماشینی که من سوار میشم تو اروپا خیلی سخته. من 28 ساله جوان سوار میشم، 50 سالی هم تو اروپا زندگی کنی تو نمیتونی. پس ببین چقدر من مخم که من سوار شدم. ایوالا خدا ترشده، خدا بیشتر بده، نون دلت تو میخوری دایی. خدا شاهده من تو خونم به سر مادرم قسم 20000 یورو پول نباشه نمیام، به همین الان به جان مادرم بخواد تو خونم به پول نباشه نمیام. اینا ارزش نداره، پول مردانگی نمیاره. ببخشید چون یه دونه کوسکیش هم میتونه خیلی پولدار باشه، ولی مردانگی خیلی مهمه. درود بگیر. آفرین. خیلی حالا اینجوری چیه؟ حالا کارش طرف نمیگه من کارم چیه، اینجا جوی اروپاه. خب ولی نگاه کن دایی کردم خیلی نهره که از اینا. خب داری داداش داری. خب آدم باید همون چیزی که شما گفتین مرام مردانگی و غیرت داشته باشه. کردم سعی جان کردم. شما با ثبوتی داداش داداش من هم نشون میدم نه یکی داداش طرف داره داره داداش نگاه کن. ایوالا دمت گرم، زنده باشی. اینا داشت اینا مهمه. بذار یه چیز دیگه بهت نشون بدم. داشت یه چیزایی هست حالا من تیک‌تاک تعطیل میکنه نشون ندی. نه بزن حالا ولش کن. آره ولش کن حس کردم بی خیال شو. داشت زندگی باید گنگی باشه. زندگی باید گنگی باشه داشت داداش از جوونیت لذت ببر، مراقب سلامتیت باش، رفیقاتو درست انتخاب بکن، موفق بشی. من رفیق ندارم داداش. من نه میگم درست اگه انتخاب کردی درست انتخاب بکن داداش. یه چیزی بهتون میگم داداش، من تو ایران چون پدرم افغان بود اومده ایران، زن ایرانی گرفته تو ایران، من تو محلی که زندگی بودم، من کوچیک بودم کلا اونجا به دنیا اومدم، مادر پدرم ازدواج کردن اونجا بزرگ شدم، اومدم اروپا. بعد همه میشناسن مادر پدرم خودم، همه بهم میگفتن آرمین افغان، همه چوا ولی همه میگفتن لندن هم دایی آموزی میگو تو که اینجوری برای چی بس. چون فکر میکردم من لقبم اینه افغان. بعد من داداش تو ایران بین 85 میلیون گرگ بزرگ شدم. بعدش هم داداش کسی بین گرگ بزرگ میشه خود بدون چی میشه. بعد اینجا من کل عمرم با اشغال بزرگ شدم. من ما 6-7 برادر همون استرالیا خانواده، فقط مادر پدرم چند. بعد اینجور چیزا رو که الان اینا میگن تو اروپا داره میگه به خدا قسم داداش یه چیز بده تو تیک تاک خیلی چیز داره. یارو میاد بلوف میزنه فوش پار مادر یارو میده. بعد به خدا اینا کسی که بیشتر از همه گنده گوزی میکنه تو تیک تاک و تو فضای مجازی بدون تهش هیچی نیست. به خدا بارا شده طرف ما آورده بالا. خب سر این چیزا خیلی اعصابم خورد شده، گفتم آورده بالا باش گفتم ببین مثلا فوش میده آدرس بده فلان بده. به سر مادرم من رفتم پایین کارتم رو نشون دادم، گفتم این خونه اسکرین‌شات کن اینو رو بگیر، عکس پلاک ماشینم رو گرفتم بدم تو گوگل، گفتم اینو پیدا کن خونه هم اونجاه، شماره خونه هم و ماشین هم همه چی رو بینشون. گفتم من اینم بیاد یه نفر اینجا. حالا گفتنش خوبه. به سر مادرم قسم امشب یه نفر یه کاری انجام داده بود، خدا سر شده قشنگ تلفنی مادر. به جان مادر تلفنی بهش گفتم 5 نفر فرستادم خدا سر شده. جای شیشه بار یه جایی بود قلیون اینا به سر مادرم یارو خورد خمیر کرد. با 6 تا عرب بود، یه دونه بچه های ما رو زده بودن، با یه دونه بچه های ایرانی بود، با 6 تا عرب یه ایرانی دیگر رو زده بود. خدا 3 نفر فرستادم گنگ شهرمون که زندگی میکنم فرستادم، یارو خدا شده با خون اومد. کدوم محله میشینی برلین جان؟ تو برلین کدوم محله میشینی؟ برانکنبورگ. خب فرستادم یارو اومد پیشم، گفت باور نره. گفتم اوکی اومد اینجا، حالا بذار اونجوری مخففشو بگم بهت. یارو دوتا دماغی دادم کنم دمت گم، حالا بهم نشون دادی برو دیگه داداش. پیدا تا کوکس گفتم بزن برو خدا یاره نشون دادی مردی. نه
مراقب خودت باش دایی، دورت بگم، من خیلی خوشحال شدم. مواظب خودت باش داداش، حالا بعدا صحبت میکنیم. باش داداش، شماره تا حتما دایرکت برای من بفرست داداش. گفتم داداش باشه، حالا بعدا میفرستم. مواظب خودت باش آقایش. یا علی مدد دارمین جان، موفق باشی داداش، موفق باش. برو داداش. دوستان اجازه مرخصی از حضورتون میخوام دورتون بگردم. دیر وقت اینجا. امری ندارین دوستان؟ نه زور تو مرخص بشن. خیلی خوشحال شدم در جوار شما با شما، حالا هر چند هم فضای مجازی بود، من خوشحالم که با هموطنم صحبت میکنم. میبینم اتون خوبین. کجا فردا همدیگر رو ببینیم داداش؟ فردا تا ببینیم کی زنده مرده دایی. شماره تو برا من بفرست دایی، دورت بگردم. شماره تو برا من تو دایرکت بفرست، با هم صحبت میکنیم. باشه دادا، انشالله زنده ایم دادا. شماره تو بفرستایی، با هم صحبت میکنیم، سر فرصت میشینیم یه چایی با هم میخوریم، چای نعنا، قهوه. ما که مشروب نمیخوریم، ولی این چیزا تا دلت بخواد. کله پاچه، کله پاچه خوبه، سراغ دارم میریم کله پاچه میخوریم. عشق من این دایی ها، اجازه مرخصی از زورتون میخوام. قلب من این جاتون اینجا یه قلب سیدای پوشه. در پناه خدا بشین، خدا رو هیچ موقع فراموش نکنید. یا علی مدد، یا علی.